روند جهش قیمت دلار در بیش از نیم قرن اخیر در ایران. چه شد که فنر دلار پرید؟ مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میگوید ارج و قرب حجاب در دید مردم کمتر شده، مخالفت با حجاب اجباری بیشتر شده. و نگرانی از تخریب قهوه‌خانه‌ای معروف در پایتخت تاجیکستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. روزی که دلار در ایران 1000 تومان شد، خیلی ها هضم این عدد برایشان سخت بود. عددی بزرگ که نشان از ورود به دوره جدید از نرخ دلار داشت. اگر آن روز به کسی می گفتید دلار در روزی 11700 تومان هم می شود، شاید به شما می خندیدند. اما این اتفاق افتاده. مهرزاد کهنروز نگاهی کرده به روند جهش نرخ ارز در تاریخ معاصر کشوری که همواره سعی کرده بر سر این ارز بکوبد تا قیمتش را پایین نگه دارد. بحران ارزی در ایران مشکلی است نه تنها به طول حیات جمهوری اسلامی، بلکه حتی از قبل از انقلاب. 1338 تا 1357 دلار دولتی 7 تومان، دلار آزاد هم 7 تومان. دوران ثبات نسبی اقتصادی و سیاسی، دوران روابط گسترده بین المللی و آغاز سیاست سرکوب نرخ واقعی دلار با عرضه دلارهای نفتی در دهه 50. 1357 تا 1367 دوران انقلاب و جنگ است. دلار دولتی 10 تومان، دلار آزاد 100 تومان. آغاز عصر دونرخی شدن ارز. سیاست گذاری نادرست، بستری مناسب برای رانت و فساد. حکومت ایران سعی دارد با تثبیت نرخ ارز تورم را کنترل کند. در همین دوران مانند این روزهای ایران، دلار به قیمت دولتی و به اسم واردات خریده می شود و در بازار آزاد فروخته می شود. تابستان 1367، پذیرش قطعنامه، جنگ تمام می شود. جو خوشبینی به آینده در ایران بالاست. میانگین قیمت دلار 96 تومان، 3 تومان از سال قبلش کمتر. افت قیمت دلار از 148 تومان به زیر 50 تومان در مقطعی کوتاه. سال 1371 دولت هاشمی رفسنجانی، زمان سیاست‌های تعدیل اقتصادی است. دلار دولتی 146 تومان، دلار آزاد 150 تومان. فساد و رانت حاصل از دونرخی بودن ارز آنقدر است که ارز با فشار اقتصاددانان تک نرخی می‌شود. سال 1376 دلار دولتی 175 تومان، دلار آزاد 478 تومان. تورم بالاست. تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ رسمی ارز ادامه دارد. سال 1381 دولت دلار را تک نرخی می کند. دلار دولتی 796 تومان، دلار آزاد 799 تومان. دونرخی بودن ارز و نگرانی از بروز فساد و رانت بیشتر، تصمیم گیران اقتصادی دولت خاتمی را نگران کرده. وضعیت مناسب اقتصاد کلان و ارتباط مناسب بین المللی. سال 1390 شروع تحریم های غرب علیه ایران. دلار دولتی 1096 تومان است. دلار آزاد هم 1357 تومان. اما سال 1391 تحریم ها ولکن نیست. دلار دولتی 1226 تومان، دلار آزاد 3800 تومان. شروع تحریم نفت. تأثیر تحریم ها به شکلی قابل ملاحظه حس می شود. سالی حساس در بحران جهش نرخ ارز در ایران. دولت مانند گذشته مشغول کنترل بازار است. 75% عرضه دلار در بازار دست دولت است، اما پول فروش نفت وارد ایران نمی شود. التهاب بازار مردم را سراسیمه روانه خرید دلار می کند. در واقع در این سال فنر دلار می پرد. سال 1392 ریاست جمهوری حسن روحانی. دلار دولتی 2125 تومان، دلار آزاد 3180 تومان. خوشبینی از آینده اقتصادی ایران به لطف برجام، توافق هسته‌ای با قدرت ها. نرخ سود سپرده ها بالاست. نقدینگی ها در این سال سمت سپرده ها می رود. تقاضا در بازار ارز کاهش می یابد. سال 1396 نیمه دوم سال، دلار دولتی 3400 تومان، دلار آزاد 4800 تومان. دولت در بخش تأمین دلار به مشکل جدی خورده. آمریکا کانال‌های انتقال ارز به ایران را هدف قرار داده. همزمان نرخ سود سپرده کاهش یافته. فروردین امسال 1397 نگرانی از خروج آمریکا از برجام بازار را آشفته کرده. دلار دولتی 4200 تومان، دلار آزاد 6000 تومان. التهاب بازار آشکار است.
دولت اصرار دارد یک نرخ وجود دارد و آن هم 4200 تومان است و هر قیمتی غیر از این قاچاق است. امکان خرید و فروش دلار از صرافی ها گرفته می شود. دولت درگیر سرکوب واسطه‌گران و دلالان در بازار است. در واقع بازار آزاد به بازار غیرقانونی و زیرزمینی تبدیل می شود. و زمانی که در آن هستیم، مرداد 1397، دلار دولتی 4400 تومان، دلار آزاد دیروز تا 11700 تومان هم رسید. نرخ امروز حدود 10500 تومان. حالا مشخص است که نرخ گذاری دولتی برای دلار دیگر امکان پذیر نیست. افزایش بیرویه نقدینگی کار دست اقتصاد می دهد. نقدینگی همین الان 1600 هزار میلیارد تومان است. حجم نقدینگی در سال 92 600 هزار میلیارد تومان بود، در زمانی که دونالد ترامپ آمریکا را از برجام خارج کرده. افزایش بیرویه نقدینگی هیزم التهاب ها در بازارهای مختلف به ویژه ارز می شود. جرقه آن خروج آمریکا از برجام و چشمانداز تاریک وضع اقتصادی کشور پس از تحریم ها. ریال ایران در سراشیبی سقوط. مرصاد کهنروز، بی بی سی. بررسی های بی بی سی فارسی نشان می دهد مردم ایران در سال 1396 2% از سال قبل فقیرتر شدند. آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می دهد که متوسط بودجه هر خانوار شهری در سال 1396 ماهانه 3 میلیون و 511 هزار تومان بوده که با در نظر گرفتن تورم 2.2% نسبت به سال 95 کاهش یافته. این آمارها نشان می دهد که پارسال وضع ایرانی ها به طور متوسط 17% بدتر از سال 1386 بوده. بهرنگ تاجرین نگاهی کرده به وضع خرج زندگی ایرانیان در سال 1396. گزارش بررسی بودجه خانوار شهری یکی از بهترین منابع برای درک وضعیت اقتصاد مردم ایرانه. هرچند که امسال بانک مرکزی به جای گزارش 100 خورده‌ای صفحه‌ای هر سال فعلا فقط یک خلاصه 7 صفحه‌ای منتشر کرده، ولی همین خلاصه هم حاوی اطلاعات مهمیه. این گزارش نشون میده که متوسط بودجه خانوار که یکی از بهترین معیارها برای سنجیدن رفاه مردمه، سال 1396 ماهی 3 میلیون و 511 هزار تومان بوده که 7% از سال قبلش بیشتره. ولی با در نظر گرفتن تورم 9.6% سال 96 میبینیم که بودجه خانوار، یعنی ارزش تمام کالاها و خدماتی که یک خانواده مصرف میکنن، در سال 96 عملا حدود ماهی 100 هزار تومان از سال قبلش کمتر بوده. این یعنی بودجه خانوار پارسال 2.2% افت کرده، در حالی که طبق آمار خود بانک مرکزی اقتصاد ایران تو همین سال 3.7% رشد داشته. یعنی رشد اقتصادی باعث بهتر شدن وضع مردم نشده. حالا اگه تغییرات بودجه خانوار رو در 2 دهه گذشته بررسی کنیم، میبینیم که در دوران محمد خاتمی حدود 35% افزایش داشته و از 2 میلیون 700 هزار تومان در سال 76 رسیده به حدود ماهی 3 میلیون 600 هزار تومان در سال 1384. این روند افزایش تو 2 سال اول دولت محمود احمدی نژاد هم ادامه داشت و بودجه خانوار به حدود 3 میلیون 900 هزار تومان در ماه رسید به نرخ ثابت سال 1395. ولی از اون سال سیر نزولی رفاه خانوار شروع شد و بعد از یک افزایش مختصر در سال 95 در سال 96 دوباره کاهش پیدا کرده و حالا حدود 17% کمتر از نقطه اوجش بوده. یعنی وضع مردم از سال 86 تا سال 96 تو این 10 سال به طور متوسط 17% بدتر شده. گزارش بانک مرکزی همینطور نشون میده که سهم اقلام مختلف در سبد هزینه‌های خانوار تغییر چندانی نکرده و همچنان مسکن، غذا و حمل و نقل بزرگترین خرج‌های خانواده‌ها هستند. روند کوچکتر شدن خانواده‌ها هم ادامه داشته و بُعد خانوار، یعنی متوسط تعداد افرادی که با همدیگه توی خونه زندگی می‌کنن، به 3.28 صدم نفر رسیده که 1.5% کمتر از سال قبله. این بدتر شدن وضع اقتصادی مردم در سال 96 قبل از اینه که دونالد ترامپ با خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران رو دوباره به اجرا بگذاره، تصمیمی که کار دولت ایران رو برای بهبود وضع مردم حتی از قبل هم سخت‌تر می‌کنه. و
فقط 35% مردم ایران حجاب را ارزش می‌دانند و تنها 40% به اجباری ماندن حجاب اعتقاد دارند. این بخشی از نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران است. در این گزارش به مسئولان توصیه شده به جای تحمیل حجاب به دنبال تشویق مردم به رعایت آن باشند. بر اساس آمارهای ارائه شده در این گزارش، زنان ایرانی در سال‌های بعد از انقلاب رفته رفته حجاب عرفی را به حجاب شرعی و مورد نظر حکومت ترجیح دادند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس با این هدف انجام شده که چگونه زنان به حجاب اجباری و شرعی جذب شوند. اما بررسی‌های آن دو سه سال اخیر را در بر نمی‌گیرد. دوره‌ای که مقاومت مدنی و سازمانیافته علیه حجاب اجباری خبرساز شد و حتی رهبر ایران را به واکنش واداشت. این روسری رو بردارن از سرشون، یعنی مثلا ما چه شدی؟ همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر. این حرکت ها که آیت الله خامنه آنها را تحقیر کرد فعلا فروکش کرده، ولی تلاش حکومت برای همراه کردن جامعه با حجاب اجباری و شرعی فروکش نکرده. مرکز پژوهش‌های مجلس کوشیده است تصمیم گیران حکومت را راهنمایی کند که مؤثرترین راه برای رسیدن به هدفشان چیست و گفته آنها این گزینه‌ها را دارند: تشدید سرکوب بدحجابی، آزاد کردن بی‌حجابی و لغو حجاب اجباری، ادامه وضع موجود، چشم بستن بر روی بدحجابی بدون لغو اجباری بودن آن و بالاخره فرهنگ سازی و پیدا کردن راه‌های هوشمند برای همراه کردن جامعه. نویسندگان گزارش نتیجه گرفتند که راه حل اول و سوم و چهارم اوضاع بدحجابی را بدتر می‌کند. راه حل دوم موج بی‌حجابی به راه می‌اندازد و جامعه را دچار درگیری می‌کند و راه حل پنجم راه حل درستی است که باید دنبالش رفت. اما چگونه؟ برای اینکه چگونه بشود جامعه را با حجاب اجباری و شرعی همراه کرد، نویسندگان گزارش اساساً می‌گویند به جای راه اندازی گشت ارشاد و بگیر و ببند، به قول خودشان راه‌های سلبی، باید برای رعایت حجاب اجباری و شرعی فشار را به سازمان‌ها و ادارات دولتی وارد کرد. دوم اینکه نباید خیلی این فشارها را علنی کرد که رسانه‌ای شود و بعد باید سیاستی را که اعلام می‌شود با پیگیری و مجازات‌های لازم اجرا کرد و بالاخره اینکه باید حجاب شرعی را طوری به زنان ارائه داد که زیبا به نظر بیاید و ارزان و در دسترس باشد. این نتیجه گیری و توصیه ها بر اساس ده ها آمار و نظرسنجی است که از پیش از انقلاب تا اوایل دهه 90 خورشیدی جمع‌آوری و جمع‌بندی شده. هضم کردن همه این آمارها دشوار است، اما چند نکته کلیدی آن. پیش از انقلاب در سال 54 75% مردان ترجیح می‌دادند همسرشان با حجاب باشد. چند سال اول انقلاب اکثر مردم موافق حجاب بودند، برای همین زحمت حکومت کم شده بود. با گذشت زمان جامعه بیشتر به حجاب عرفی رو آورد و از حجاب شرعی مطلوب حکومت فاصله گرفت. اکثریت بدحجاب ها به حجاب عرفی باور دارند و حدود 10-15% به قول گزارش به دنبال هنجار شکنی اند. بیشترین بدحجابی بین زنان تحصیل کرده، جوان، ساکن شهرهای بزرگ و دارای الگوهای مصرف فرهنگی خاصند. مثلا تماشای تلویزیون های ماهواره‌ای یا الگوبرداری از سرشناسان یا سلبریتی ها. و بالاخره ضعف پایبندی جامعه به حجاب شرعی مورد نظر حکومت در روستاها و شهرهای کوچک فرق چندانی با شهرهای بزرگ ندارد. با وجود اینکه مهمترین بخش این گزارش نگاه منفی آن به گشت ارشاد بوده که مظهر حجاب اجباری تلقی می شود، روشن نیست این گزارش چقدر مبنای تصمیمات جدید حکومت بشود. مخصوصا که در خود گزارش پیش بینی شده محتمل ترین اتفاقی که خواهد افتاد این است که حکومت اسمن به دنبال حجاب اجباری و شرعی برود، ولی در عمل سرکوب بدحجابی عرفی را کنار بگذارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. ایران از منتقدان سیستم آپارتاید در آفریقای جنوبی بود و سرکوب سیاهان را نکوهش می‌کرد. حالا مستندی به نام بهای تبعیض تلاش می‌کند نشان بدهد که حکومت ایران خود رفتاری مشابه با شهروندان بهایی داشته. جزئیات بیشتر از سام فرزانه. پخش مستند بهای تبعیض در نشست انجمن آزادی‌های مذهبی و جامعه بهائیان آمریکا
مستندی درباره تبعیض علیه سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی و بهائیان در ایران. شخصیت اصلی این مستند ایرج عابدیان است، مشاور اقتصادی دولت‌های آفریقای جنوبی بعد از فروپاشی آپارتاید. او بهائی است و در سال‌های اول بعد از انقلاب اسلامی ایران را ترک کرده. در اون موقع هنوز رسماً دانشگاه رو به بهائی‌ها نبسته بودند، ولی مشخص بود که یک چند تا بهائی‌ها رو دزدیده بودند، چند نفری کشته شده بودند و کم کم جامعه از نظر سیاسی تحت فشار اصول اسلامی بود و واسه من واقعاً واضح بود که واسه من آینده‌ای تو ایران نخواهد بود. و بهائی‌هایی که در ایران ماندند اما از بسیاری حقوق مثل حق تحصیلات دانشگاهی واماندند. تصور کنید که در جامعه شما تلاش برای بهتر شدن خیلی مهم است و تحصیلات به عنوان بخشی از اعتقادات شما اهمیت دارد. تصور کنید که این جامعه چقدر بر اساس اعتقاداتش دوست دارد درس بخواند و بیاموزد و بعد جلوی آنها را می‌گیرند. The story of the denial of education to the Baha'is in Iran is similar to how in 19 در مستند بهای تبعیض نشان داده شده که در حکومت آپارتاید هم از تحصیل سیاه‌پوستان جلوگیری می‌شد. The apartheid government has a law called حکومت آپارتاید قانونی به نام منع تحصیل را تصویب کرد که هدفش این بود سیاه‌پوستان به نسبت تحصیلات کمتری داشته باشند، فقط به اندازه تحصیلات داشته باشند که بتوانند با اربابان ارتباط برقرار کنند. هر دوتای اون حکومت‌ها از یک خانش خیلی خاص و محدودی از مذهب استفاده می‌کنن برای موجه جلوه دادن سرکوب. حالا در ایران در واقع اون خانش رسمی تشیع رو استفاده می‌کنن تا بهایی‌ها رو ضد اسلام بنامن و سرکوبشون کنن. در آفریقای جنوبی هم کلیسای کالوینی هلندی که کلیسای رسمی کشور بود استفاده می‌شد، خانش خاصی از انجیل ارائه داده می‌شد که سیاه‌پوستان رو فرودست بمونه بدونه و در واقع سایر انواع مسیحیت رو سرکوب می‌کنن. تأسیس دانشگاهی که کلاس‌هایش در خانه‌ها برگزار می‌شود، راه حل بهائیان برای حل این مشکل بود. دانشگاهی که آقای عابدیان از راه دور در کلاس‌هایش تدریس می‌کند. وقتی یک جامعه‌ای درصد بی‌سوادش زیاد شد، تمام جامعه ضرر می‌بینه. بنابراین آموزش و پرورش یکی از اصولیه که جزء حقوق بشر، جزء اصول اولیه زیربنایی بازساخت اجتماعی و به نظر من یکی از اصولیه که تا اونجایی که هر بشری میتونه باید روش خدمت کنه و به خاطر اینکه تو ایران بهائی‌ها و حق اینه که در دانشگاه برن ندارن، بنده فکر کنم یکی از خدمتهایی که به ایران نه تنها به جامعه بهائی بلکه به ایران میتونم بکنم اینه که تا اونجایی که من در رشته خودم یک چیزایی میدونم بتونم اونها رو با جوانان ایران تقسیم کنم. سامان مبشر یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه بهائی است که حاصل تلاش حکومت ایران برای ممانعت از تحصیل بهائیان را اینطور جمع‌بندی می‌کند. بی‌شک بی‌تأثیر نبوده، به خصوص در مقایسه با قبل از انقلاب که تعداد بسیار زیادی افراد تحصیل کرده در سطوح عالی وجود داشتن و خیلیشون هم کشته شدن بعد از انقلاب. مثلا بعد از انقلاب این افراد نبودن و جامعه از این بابت حتما لطمه خورده، شکی درش نیست. ولی به طور کلی میشه گفت که تلاش جمهوری اسلامی برای نابود کردن این جامعه و بی‌سواد نگه داشتنش با شکست روبرو شده، برای اینکه میبینیم که هزاران نفر در رشته‌های مختلف فارغ التحصیل شدن و حتی تونستن به دانشگاه خارج از ایران هم راه پیدا بکنن. این مستند سعی میکند نشان دهد که بهای تبعیض صرفاً از جیب سیاه‌پوستان یا بهائیان نرفته و این کل جامعه است که از تخصص گروهی از شهروندانش بی بهره میماند. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها حدود 3 ماه دیگر در افغانستان برگزار می شود. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند در 120 ولسوالی این کشور هیچ زنی برای انتخابات شوراهای ولسوالی نامزد نشده است و احتمال تعویق 4 ماهه انتخابات شوراها در این 120 ولسوالی وجود دارد. زینب محمدی خبرنگار ما در کابل نگاهی انداخته به حضور زنان در انتخابات و نهادهای انتخابی. زنی از جنس کوچ و اشایر
دامپروری روزگارشان را میچرخاند. محروم از آموزش و خدمات بهداشتی. حتی آب هم به سختی به دست می‌آورند. به دنبال آفتاب. در فصل گرما اینجا در کابل و در سرما در شرق افغانستان. زنانشان اولین بار است که انتخاب می‌کنند. زنانی با مسئولیت بیشتر، صلاحیت کمتر. اولین بار است که کارت انتخابات گرفتم. هر کسی را که مردان بگویند به او رای می دهم. به مشورت مردان. خودم حق ندارم و کار سر خود نمی کنم. بدون فرمان مردان هیچ کار نمی کنیم. نزدیک به 70% جمعیت افغانستان روستایی هستند. کسانی که زندگی مشابه با این کوچه ها و عشایر دارند. اکثریت زنان رای دهنده هم از همین گروه هستند. رای هایی که بر انتخاب ها اثر گذارند، اما بر سرنوشت خودشان نچندان. خب پارلمان افغانستان نیاز به کار فیفا 6 سال است ناظر پارلمان است. در سالهای گذشته نه تنها مردان، حتی نمایندگان زن هم تغییری در زندگی زنان نیاوردند. پراگندگی و خصوصا فردگرایی در بین وکلای زن متاسفانه که یک مشکل جدی بوده. غیابت با وجود که یک مشکل عمومی بوده و در بین خانم ها بیشتر دیده شده. سومی که اینها نتونستن یک فراکسیون بسیار منظم بین خود تنظیم بکنن که حداقل کار بکنن، دادخواهی بکنن، لابیگری بکنن برای تغییر بنیادی برای مسائل زنا. اینها نتونستن که حداقل با مردا هم این زینت بودن که خب خانما اما قسمی که مردا در سطح پارلمان و حکومتداری خوب نقش خوبی را میتونن ایفا بکنن، خانما هم میتونن. یگانه زن نامزد عضویت دادگاه عالی در این خانه به خاطر غیابت 21 نماینده زن رأی نبرد. در آخرین آزمون رأی‌گیری کابینه یگانه نامزد زن هم از این مجلس کامیاب بیرون نشد. سهمشان ثابت، اما حضور کمرنگشان برای رقابت نگران کننده. اشتراکشان در روند ثبت نام واجدین شرایط انتخابات 28 میزان سهم خانم ها بسیار خوب بود و توقع میرفت که این بالاتر از این باشد تا 40% 45% برسه، ولی بازم 34% شرکت کردن. این حق قانونیشان بود و اشتراکشان واقعا کمیسون خرسند است و مردم افغانستان خرسند است، خاصا در اولسی جرگه، ولی عدم شرکتشان در شرکت فعالشان البته در اولسالی ها دقیقا که نگاران کنند است. قرار است نزدیک به 9 میلیون نفر در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان رأی بدهند. بیش از 3 میلیون آن زنانند. تجربه نشان داده آنها حاضرین همیشگی در شورهای انتخاباتی هستند، اما موقع عمل مقامهای منتخب غایبند. زینب محمدی، بی بی سی، کابل. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان احتمال تخریب ساختمان چایخانه سنتی راحت بسیاری را نگران کرده. چایخانه با معماری منحصر به فرد که یکی از توقف‌های گردشگران است، اما در چارچوب طرح نوسازی شهر در معرض خطر قرار گرفته. سهراب ضیا ما را به تماشای این چایخانه می‌برد. هر روز چند ساعتی را سر یک پیاله چای سبز با دوستانش در چایخانه راحت می گذراند. نزدیک 80 سال دارد و باری اول در 18 سالگیش به این چایخانه آمده بود. از آن زمان اینجا را خانه دومش می داند. همی سهر می خیزم و امن اوزا می خونه می خیزم و اینجا می بینیم که یا یار دوستا بینیم بیم یا پیار چای خوریم صحبت می کنیم با می خیزم می مایی می ریم. چایخانه راحت 60 سال پیش بر اساس طرح مشترک معماران و مهندسان تاجیک و روس ساخته شد. چایخانه راحت از جاذبه های گردشگری تاجیکستان است. معماری سنتی این چایخانه، تزیین سقف و دیوارهای آن با اشکال هندسی و استفاده از هنرهای چوبکاری و گچکاری، محبوبیت این چایخانه را در میان ساکنان و مهمانان پایتخت تاجیکستان دوچندان کرده. نقاشی ها و کندکاری در ستون و سقف سالن های چایخانه که کاری هنرمندان شهری اسفره است، این مکان را نه تنها همچون جایی صرف غذا، بلکه مانند یک سالن نمایشی آثار نقاشی و نجاری کرده.
این گردشگر نیوزلندی برای اولین بار از تاجیکستان بازدید میکند. میگوید راهی بدخشان تاجیکستان است، اما حالا آمده تا چایخانه راحت را ببیند. از دست دادن این میراث جای تأسف داره. چنین مکانهایی باید برای نسل آینده کشور حفظ شود. شهر دوشنبه طی سالهای اخیر شهرش را به کلی عوض کرده. اکنون به جای بناهای تاریخی و قدیمه، ساختمانهای مسکونی و تأسیسات نوی آسمان خراش ساخته می شوند. بسیار نگرانند که چایخانه راحت نیز تخریب خواهد شد. با خراب کردن چایخانه راحت، دوشنبه یک جزء مهم تاریخ خود را گم کند، یک جزء مهم سمبل شهرداری خود را گم کند. این راحت تنها یک چایخانه نیست، من گفتم این تاریخ است و این تاریخ فرهنگ تاجیکان است و تاریخ هنری آرایشی تاجیکی است. اخیراً سفارت فرانسه در دوشنبه در یک اقدام بی‌سابقه در چایخانه راحت شام موسیقی شش مقام را برگزار کرد که در آن سفرای کشورهای خارجی و مسئولان سازمان‌های بین‌المللی مقیم تاجیکستان حضور داشتند. با گفته سفیر فرانسه، هدف از این اقدام جلوگیری از تخریب این چایخانه است. او امیدوار است که انتخاب این مکان برای برگزاری محافل و برنامه‌های سفارت‌ها و سازمان‌های خارجی شاید مقامات را وادار به تجدید نظر در مورد تخریب این چایخانه کند. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.